صحبت کردم این ور برای فعالیت موزیک به طور حرفه‌ای خوب نیست. با من صحبت کن، من میدونم اینجا خوب نیست. اینجا عرض کنم هر چقدر بیشتر بدونی پایین تری. یعنی سیستم مثل میمونه که مثلا شما یه جایی رفتی پروفسورا داری، توی دانشگاهی درس خوندی، بعد مثلا میری یه جایی که مثلا همه نشستن دارن تیله بازی میکنن، بعد مثلا بهشون برمیگردی میگی که خب مثلا من حرفایی که میزنی براشون خنده داره. اینجا براشون خنده داره. مثلا اگه من دی جی ام میخوام سبک خودم رو اجرا کنم توی مهمونی فلان کنم، اینجا براشون خنده داره. از اونها من چیزی بلد نیستم. میدونی خیلی ها که دستشون تو کاره با پروفشنالن و تو این قضیه خیلی حرفه‌این و چه میدونم از این چیزا، از این نظریاتو میدن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به لس آنجلس دستاشون بسته تره، خیلی از کارا دست کاردونا نیست. درست. خیلی دوستا بودم، من یه دوست دارم به نام خرشایار احمدی ازش یاد میکنم، خیلی هنرمند خیلی خوبی بود که با سیاوش قمیشی هم اینجا کنسرتش بود، درام میزد برای سیاوش قمیشی. خرشایار ایدوش پسر خیلی هنرمندی بود، ولی متاسفانه چه دو تا سه ماه پیش ایشون هم موف کردن رفتن لس آنجلس. یعنی من کانادا به علت اینکه راه برای اومدن بهش از امریکا بیشتره، من خب شما آمریکا یه ساپورتر خیلی قوی داشته باشه، اونم تو شرایطی که الان با سیاسی با ایران داره، ما ایرانیم دیگه، بله. افتخارم میکنیم که ایرانی، ولی خب الان سیاسی داریم میگیم که برنامه ما معلومه سیاسی نیست، در مورد حرف خودمون داریم میزنیم، ولی خب راه براش بیشتره که مثلا ما میگیم آقا 120 هزار دلار بده استانی بیا، نمیدونم 10 هزار دلار بده اینجوری بیا، نمیدونم جاب آفر میگیریم یا حالا هر چی، میان اینجا بیس میکنن، پاسپورت کانادایی میگیرن، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال میمونن، بعد خب تا طریق کانکشن هایی که میذارن، پولایی که جمع میکنن، طریق وکیلا، بعد بلند میشن میرن امریکا. خب معذاله که اینکه خب امریکا کشوری که سرمایه‌دارترین کشورهای دنیاست، جو برای فعالیت بیشتره، تعداد ایرانیش بیشتره، شبکه‌های تلویزیونی بیشتری داریم، کمپانی‌های بسیار بزرگ تیراکسی داریم. البته بگم این تلویزیونی که ما الان توش هستیم، تلویزیونی الان خیلی بهتر، خیلی شبکه‌های لس آنجلس داره فعالیت می‌کنه. برنامه‌های ما رو بشین ببینید، الان تصویری بخواد ببینید خیلی بهتره. ولی خب ما بدونی ساپورت نمی‌شیم. به پرزیدنت تلویزیون نمیتونه که همه رو مثلا خوش بخواد جیبش بده، ساپورت نمیشه. اینجا بیزینس هم دیگه ساپورت نمیکنن. مثلا توی شبکه ایکس یک شخصی به نام مثلا بیژن که گرونترین برند لباس دنیاست، بخواد خودش بلند میشه میره توی تبلیغات میشینه صحبت میکنه، خودش هم مثلا میاد چند صد هزار دلار مثلا دونیت میکنه اون تلویزیونو. نمی‌بینم چی میگم، ولی اینجا نه. برای همینه که مثلا تو میگی که من دارم بهت میگم که مثلا موزیسین، آره اینجا اینجوری اینجوری، نه که نخواد باشه، هست، ولی میرن به خاطر اینکه مجبورن، به خاطر شرایط زندگیشون اینجا. ببین مهدی جان همیشه باری کلم جاب دیگه داشته باشن. آفرین. خب این آزاردهنده است. یه کسی که 24 ساعته تو استودیو بود، کسی که داره موسیقی رو لمس میکنه، یه کسی که داره علم یه چیزی رو لمس میکنه، داره لذت از یه چیزی میبره، بعد میاد یه شغلی رو انجام میده. مثلا شما مثلا یه آرایشگر، یه میکاپ که وقتی شما بذارش روغن ماشین عوض کنه، خب اون چه حالی داره به جای که مثلا صورت یک مدل رو ببینه که بخواد مثلا پنکیک روش بزنه، یا مثلا بخواد روش برش بکشه، بعد در رادیاتور ماشین رو وا کنه، اول از تو به جای که صورت یک طرف مدل رو ببینه در رادیاتور ماشین رو باز میکنه. درست. یعنی کانادا خوشگله، فقط خوشگله، قشنگه، یعنی ظاهرا قشنگه، ولی به خاطر هزینه های بالای زندگی که اینجا هست، افراد فاصله میگیرن از اینکه بخوان به فیوریتاشون بپردازن و توش موفق بشن. به شما اگه اینجا یه خواننده باشی، الان من میخوام بخونم، من دی جی ام ریمیکسرم، ولی شاید تنظیم کننده آهنگساز خوبی نباشم، من میخوام با این نفر باید چیکار کنم؟ باید زنگ بزنم رامین زمانی یا زنگ بزنم شوبرت آواکیان امریکا بگم اون کارو برای من بفرست؟ یا اگه بلند شه بخواد بیاد اینجا، باید دو برابر پول هزینه که یک شخصی تو امریکاست بهش بدم؟ ولی اگه آمریکا باشم، به خاطر اینکه شرایطی دارم، مثلا تلویزیون آی تی سی رو دارم، خب باش دوستم، همه لازم فاینانشیالی برام سود داره، همه لازم احساسی، به خاطر اینکه کسی که برای دوستش داره کار میکنه بیشتر براش تایم میذاره، بیشتر کیر میکنه. میدونم چی میگم؟ روی این حسابه که من تو با موسیقی خارجی که مثلا خب الان بیشتر به برنامه مود عوض موسیقی خارجی، موسیقی خارجی دوست داریم، موسیقی که این برای مثلا اینترنشنال، بله. چه سبکی دوست داری؟ سبک پاپ دوست دارم. خواننده کی دوست داری؟ خواننده سلین دیون کارش دوست دارم. نوع سبک خوندنشو، تکنیکشو، تکنیکشو، بله. کریسی برگ دوست دارم. کریسی برگ کاملا ایرانیه، بله. میدونی اصلا اینجا خیلی ها کریستی برگو نمیشه، چون میدونید با این خاطرات اینا بزرگ شدیم. آره دیگه، دقیقا. و لیدی این رید مثلا، دقیقا. موزیکای خارجی
این نوع تکنیک رو دوست دارم و پاپ ترانس اینجوری هم میکنم از ریتم های تو کلاب و ترانس هایی که میذارن و موزیک هایی که میذارن گوش کنم. بنام تو الان موسیقی ایرانی و موزیسین ایرانی الان کیو دوست داری؟ چه قدیمی ها چه از جدید ها؟ تو ایران یا اینجا؟ دوتاش میتونی چند نفر نام ببری؟ در موردش توضیح بدی؟ من خودم شخص کار آقای قومیشی رو خیلی دوست دارم و از دوران بچگیم که کار میکردم همیشه خواننده مورد علاقه هم و آهنگساز و سبک کارش و حسش رو خیلی دوست دارم که ترانه هایی که میگه و آهنگ هایی که میسازه دقیقا رو احساس مردمه. من واقعا نچراله، یعنی کار را کسی نمیدوزه، کار رو خودشه، میدونی؟ همیشه هم کار خودش آپگرید میکنه و همیشه برای هر نسلی کار جدید ارائه میده و همین هم هست که هنوز هم کنوزی که بچه هایی که این برای مثلا به دنیا آمانت بزرگ شدن این و آهنگاش گوش من کنسرتش میان و از بچه های تو ایران آهنگسازه خوب خیلی خوب داریم، کسایی هستن که خیلی بزرگتر از ما هستن لازه سنی و با خیلی هم خواننده هایی هم میبرم کار کردن. امسال استاد بابک بیات خدا بیمرز و آقای ناصر چشمازر که من ایشون رو تو استدیو دیدم، تو استدیو کرک شرکت جزیره که من با مهدی دوستم همکار بودیم کار میکردیم برای این کمپانی سمپل میگرفتیم و با ایشون اونجا آشنا شدم و خدمت درس کنم که بینم برنامه داری واسه آینده اینجا واسه موسیقی رو دنبال کنیم. حتما حتما الان در صدد هستم که یه سری اشعار از ایران دارم میگیرم و دوستایی که ارتباط دارم و منتظر فرصت هستم. پس ما بخونیم. میخوام پس مهدی محمدی رو در چهره یک خواننده خواهیم دید به زودی زود، چون یک اوم زدم برای این اون و حالا دوست دارم که یک کارم از خودم ارائه بدم ببینم مردم میپسندن. چرا که نه مسئله مهدی شنیدم خیلی خوبه، منتظر فرصت هستم تا شرایطش به وجود بیاد و ارتباطی با بچه های آمریکا داشته باشم که کار رو انجام بدم و یه سری دوست ایران دارم که آهنگ بخوام برام بسازن از ایران ولی میخوام با این برنگر بشه کار کنم فعالیت کنیم مثلا با کسی مثل شوبرتا با کی هم نمیدونم خواهد جهنم بهت بگم با کی اسم ببرم ولی باید ببینم موقعیت چه سبکی رو بیشتر دوست داری بخونی؟ ها پاپ میخوای بخونی؟ من پاپ میخونم بله، علاقه هم پاپ هستش. امیدوارم که موفق باشی. خیلی ممنونم ازت که بخاطر وقت ما تو این برنامه تنگ مایش داد 7 8 دقیقه آگهی بازرگانی داریم کلا 50 دقیقه وقت داریم. خون قسمت اول برنامه تاپ تر میخوای وقت میگیره. خیلی ازت ممنونم که دعوت منو پذیرفتی ما تو این برنامه. امیدوارم بیشتر و بیشتر ببینیمت، ازت بیشتر و بیشتر بشنویم و امیدوارم که همیشه تو تاپ ببینیم. خب من به عنوان دوستت همیشه در کنارت هستم. متشکرم. قربونت برم. خیلی لطف کردی مهدی جان ما تو برنامه دیجی. قربونت برم. مرسی خالد جان. اگه می‌خوای خدافظی بکنی با بینندگان عزیز. خیلی ممنونم که این برنامه‌ای که من اومدم نگاه کردین. متشکرم از خالد عزیز ممنونم. آرزوی خوشبختی موفقیت برای همتون میکنم. مرسی مهدی جان. خیلی لطف میکنی. فرات چم خب ما هم یواش یواش برای خدمت مرخص شید. اطلاعات زیر برنامه رو تشکر میکنم از مهندس محمد احمدی تو این برنامه. واسه یه مقداری خب وقتی که مهمون میاد قضیه تایت میشه.